بچه‌ای که حکم اعدام گرفتن، بچه‌ای مثل محمد قباضی و مثل محمد بروغنی، مثل معاون صدرا و کسای دیگه که اینجا هستن، تو بندهای مختلف مثل 7 و 5 و 10 بچه‌ها رو پخش کرد. ما عملا ازشون بی‌خبریم و این بنده ها فاصله خیلی زیادی با ما دارن. ما هر هفته استرس اینو داریم که این بچه‌ها رو نبرن اجرا. این بچه‌ها رو همینجوری بین سوییت یا همون انفرادی که اینجا هست برای اجرای حکم اعدام، قبل از اجرای حکم اعدام میبرن اونجا، بچه‌ها رو هی اونجا و بین بندهای خودشون دارن جابجا میکنن. تا هیچ فرقی با اعدام کردن نداره، یعنی انقدر فشار و ترس و استرس رو به این بچه‌ها وارد می‌کنه که هیچ تفاوتی با اعدام نداره. الان توی همین هفته چهارشنبه 5 تا از بچه‌های قصاصی، بچه‌های عادی به اصطلاح زندانیا، اینجا حکمشون اجرا شد. یعنی حتی روند اجرای احکام بچه‌های عادی هم اینجا سرعت گرفته. یعنی الان ما داریم بچه‌های عادی رو می‌بینیم که اینا از صبح تا شب توی استرس هم که مبادا حکمشون اجرا بشه. و 5 نفر رو بردن اعدام کردن، جسداشون رو توی 390 گذاشتن، خانواده‌ها رو بردن اونجا که تایید کنن و جسد رو منتقل کنن به پزشکی قانونی و گفتن که آره حالا خدا بیامرزه پسرت رو، انشالله میره بهش. از اونجایی که حکومت میخواد یک سرپوشی بذاره روی ناکارآمدی خودش، روی قتل بچه‌های ما، مجددا دست به اعدام زده مثل زمان دهه‌ی 60. یعنی این بچه‌هایی که احکام اعدام گرفتن، اگر همینجوری به شکل که الان هستار اعدام پیدا میکنه، یک فاجعه بدتر از دهه‌ی 60 به وجود میاد. اینجا الان تنها ترین رو و تنها ترین درخواست ما از مردم اینه که خیابونا رو خالی نکنن، چون اگر خیابونا خالی بشه تک تک این بچه‌ها کشته میشن. یعنی اینا دارن با بی‌رحمی تمام بچه‌های مردم رو میکشن، مثل کاری که توی کردستان کردن، مثل کاری که توی سیستان و بلوچستان کردن، مثل این همه 600 700 نفری که کشتن توی این چند روزه، مثل 70 تا بچه که کشتن. این حرف من به عنوان سید اقبالی زندانی سیاسی از رجایی شهر نیست، این حرف من به عنوان محسن شکاری که سرش بیگناه بالای دار رفت، این حرف من به عنوان مهدی حضرتی، این حرف من به عنوان بهنام لایق‌پوره، به عنوان زانیاره، به عنوان لقمانه، به عنوان حدیث نجفیه، به عنوان نیکاه، به عنوان ساریناس. ما هیچ فرقی با این بچه‌ها نداریم، همه ما یکی هستیم، هیچ راه برگشتی هم ما نداریم. این رژیم تا تک تک ما رو نکشه بی خیال نمیشه. الان همین بچه‌ها معاون صدرات محمد قباسی و بروغنی و تمام بچه‌هایی که حکم اعدام گرفتن، حداقل کسایی که من میدونم اینجا هستن، جونشون در خطره. و من مطمئنم با تنگنایی که حکومت توش قرار گرفته، این بچه‌ها رو اعدام میکنه و خیابون‌ها خالی بشه و این انقلاب حداقل فروکش بکنه، این بچه‌ها اعدام میشن. من هم نمیخوام که خیابون‌ها رو حتما با این عنوان که تقاص خون این بچه‌ها ریخته شده، این بچه‌هایی که زیر حکم اعدام هستن، نذارن این اتفاق بیفته. این روند مطمئنا ادامه خواهد داشت اگر خیابون‌ها خالی بشه. خود من همین الان بنده 8 زندان رجایی شهر که معروف به بند وزارت اطلاعات، اینجا طبق چیزی که حالا ما به گوش ما رسیده و ما میدونیم، اکثر بازداشتی اونجا خانم هستن. حداقل خود من 3-4 تا خانم دیدم که با چشمند از زندان رجایی شهر آورده شدن تو، که خب اونجا دیگه یه بند امنیتی دیگه، اونجا اصلا نمیتونیم خبردار بشیم که چه اتفاقی داره میفته. مثل همین اتفاقی که برای آرمیتا عباسی داره میفته، مثل اتفاقی که برای بچهای قرچک داره میفته و زندانهای دیگه تو کل ایران هست که معلوم نیست چه بلایی داره سر این بچه‌ها میارن. اگر این قیام، این انقلاب توی خیابون ادامه داشته باشه، اینا همین تنگنایی که توش قرار گرفتن تنگتر میشه و دیگه نمیتونن خیلی راحت بچهای ما رو بکشن.